و خبری از سودان درگیری های ارتش سودان و نیروهای واکنش سریع در حالی وارد صدومین روز خود شد که تخمین زده می شود هزاران کشته میلیون ها آواره و پناهنده بر جای گذاشته و و به تخریب گسترده زیرساخت های این کشور منجر شده است به گزارش همکارم فاطمه موسوی توجه فرمایید صد روز جنگ در سودان میان دوستان دیروز و دشمنان امروز طبعات هولناکی برای ملت این کشور داشته که تصاویر کنونی از این کشور خودگویای عمق فاجعه است. درگیری های خشونت که پانزده آوریل گذشته آغاز شد همچنان در خارتون و هومه آن ادامه دارد و شمار زیادی از غیر نظامیان و نیروهای هر دو طرف درگیری یعنی ارتش سودان و نیروهای واکنش سریع قربانی شدند در حالی راهکار نظامی بر آتش بس در این دو کشور مقدم شمرده شده که درگیری ها میان دو ژنرال به ویژه در شهر از مرکز ایالت کردفان شمالی و در نیالا پایتخت دارفور جنوبی در های هشدارها نسبت به خطر افزایش موج مسلح شدن قبل دلایل منتصب به دو طرف درگیری وجود دارد آن هم در شرایطی شاهد درگیری های عمیق قبیله و طبعات درگیری کنونی بر وضعیت داخلی این کشور و کشورهای همسایه هستیم تعداد دقیق کشته های نظامی هر دو طرف جنگ دقیقا مشخص نیست در حالی که عموم مردم خارت مردم خارتوم اجسام زیادی را در لباس های نظامی در خیابان یا داخل خانه ها می بینند، در حالی که هیچ آمار واقعی کشته شدگان و میلیونها آواره آوار و پناهنده در این کشور وجود ندارد. بر اثر درگیری های بیوقفه، بیمارستان ها و مراکز بهداشتی نیز از خشم انفجارهای های انتقام دو طرف در امان نماندند. وزارت بهداشت و سازمانهای های بین المللی از هر دو طرف درگیری خواستند تا بیمارستان ها را مستثنا کنند. به قوانین بین المللی احترام بگذارند، گذرگاه های بشر دوستانه را باز کنند، به کادر پزشکی و داوطلبان تعرض نکنند. اما در عمل گویا تنها زبان اسلحه در سوتان حکم فرماست. در حالی که عملیات گسترده پاکسازی پایتخت توسط ارتش ادامه دارد، خارتوم با گسترش منطقه امن در مناطق مختلف توانست نفسی تازه کند، اما این شهر همچنان با بحران انسانی و خدماتی سختی روبروست و شبه گرسنگی با توجه به قطع شدن کمک های غذایی بشردوستانه روز به روز آن را بیش از پیش تهدید می کند. سودانی ها در گرمای بیابان های چاد برای فرار از مرگ سرگردان هستند و نهادهای امدادی بین المللی نمی توانند از فاجعه طبعات جنگ البرهان و حمیدتی جنرال هایی که دوستان دیروز و دشمنان امروز هستند برای غیر نظامیان بکاهند. فاطمه سادات موسوی اخبار شیعه